گیری بهتر از این عمل جراحی را انجام بدهد. گزارش رو ببینیم از سارا کروکر. بازیگر مشهور و برنده اسکار هفته گذشته طی یک عمل پیشگیرانه تخمدان و رحمش را درآورد. در مقاله‌ای در نیویورک تایمز او نوشته برای انجام این کار مدت‌ها برنامه‌ریزی می‌کرده. او می‌گوید احساس زنانه اش حفظ شده و این کار را برای خودش و خانواده اش انجام داده. ستاره 39 ساله حدود 2 سال پیش وقتی متوجه شد ژن‌های سرطانی دارد برای پیشگیری هر دو پستانش را خارش کرد، عاملی که به شدت میتوانست او را به کام سرطان پستان و تخمدان بکشاند. او که با براد پیت ستاره سرشناس هالیوود ازدواج کرده و حالا 6 فرزند دارد در این مورد چنین گفت: به خاطر تصمیمایی که گرفتم خیلی خوشحالم. در آینده هم عمل دیگه ای انجام خواهم داد، چون مادرم هم سرطان پستان و تخمدان داشت. به جز فرش قرمز، او به خاطر کارهای انسان دوستانش به عنوان سفیر سازمان ملل هم مشهور است. پیامد این عمل جراحی به منزله یائسگی آنجلینا جولی است. او گفته نمیتواند ریسک سرطان را کاملا از بین ببرد، اما میخواهد آگاهی زنان جهان را بالا ببرد. سارا کوکر، بی بی سی نیوز. حامد صالحی، پزشک و مدرس پزشکی اینجا در استودیو منه. آقای صالحی، این عملی که صورت گرفته ظاهرا گفته میشه که عملی است برای پیشگیری. اصولا برای پیشگیری از سرطان چه کارهایی میشه کرد؟ من مثال خاص رو تو خانم ها میزنم، مثال سرطان دهانه رحم رو میزنم که معمولا بین خانم های 30 تا 40 ساله شایع هستش. اون راههایی که میشه انجام داد رو من به 3 بخش تقسیم میکنم در مورد این سرطان خاص. یکیش تست های غربالگری یا اسکرینینگ تست ها هستن که خانم ها به صورت مشخص و روتین اون تست ها رو انجام بدن. اون خانم هایی که به منظم این تست ها رو انجام میدن که تست پپسمیر یا نمونه برداری از سلول های دهانه رحم هست، عملا در مراحل اولیه سرطان تشخیص داده میشه و هیچ وقت اون شخص با سرطان پیشرفته مواجه نخواهد شد. این تست ها تو اینجا که انجام میشه برای خانم های بالای 25 سال هر 3 سال یک بار تا سن 49 سالگی و بعد تا سن 65 سالگی هر 5 سال یک بار انجام میشه. گاهن تست HPV من